سرخط خبرها: انتقاد پدر معنوی طالبان مولانا فضل رحمان، تروریسم از خاک افغانستان و پاکستان می آید. عضو بنیاد دفاع از دموکراسی: بوی گند تروریسم از افغانستان بالا می آید. امر بن معروف طالبان ده ها دکاندار را در شهر مزار شریف بازداشت کردند. و پشت صحنه حملات مرگبار در پاکستان، مهاجمان انتحاری از قندهار بودند. باید خدا به یکی از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. پدر معنوی طالبان: تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان می آید. مولانا فضل رحمان، رئیس جنبش دموکرات و جمعیت علمای پاکستان، گفت که تروریسم از افغانستان به پاکستان می آید و حاکمان فعلی افغانستان باید در این باره اقدام کنند. او که روز جمعه 13 اسد در یک جرگه بزرگ قبیله‌ای در یک هتل محل زیر نظارت جمعیت علما اسلام در پشاور پاکستان صحبت می‌کرد، از تلفات جانی حمله انتحاری اخیر در منطقه باجور پاکستان ابراز تأسف کرد و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت. رئیس جمعیت علمای پاکستان از این رویدادهای تروریستی در شهرستان‌های مختلف آن کشور ابراز نگرانی کرد و این رویدادها را تهدید جدی علیه دولت پاکستان عنوان کرد. او نقش جرگه های قومی را در بهبود روابط پاکستان با حاکمان فعلی طالبان مؤثر دانست و دولت را در روند مذاکرات صلح با تحریک طالبان پاکستانی به کمکاری متهم کرد. رهبر حزب دموکرات پاکستان گفت پاکستان باید برای جلوگیری از تروریسم در افغانستان استراتژی مشترک ایجاد کند. در نتیجه توطئه های بین‌المللی، گفتگوهای صلح در پاکستان به بن‌بست رسید. نیروهای توطئه کردند و مردم ما درگیر شدند. تلاش های ما بی نتیجه ماند، اما جنگ همچنان ادامه خواهد داشت. او تصریح کرد که ثبات در پاکستان و افغانستان به نفع هر دو کشور است و باید از حاکمان فعلی افغانستان خواسته شود در برابر عناصر تروریستی که در ناامنی های پاکستان دست دارند اقدام کنند. این اظهارات مولانا فضل رحمان در حال صورت می گیرد که روز یک شنبه یک عامل انتحاری بر تجمع حزب جماعت علمای پاکستان به رهبری مولانا فضل رحمان در منطقه باجور خیبر پختونخوای پاکستان حمله کرد که به کشته شدن 55 نفر و زخمی شدن 200 تن منجر شد. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، که برای ملاقات زخمی های این حادثه به پیشاور رفته بود، از طالبان خواست از نفوذ گروه های تروریستی از داخل افغانستان و پاکستان جلوگیری کند. او گفت ستیزه جویان پناهگاه های در داخل افغانستان پیدا می کنند، آنجا جمع می شوند و دوباره مساله می شوند و بعد با پاکستان نفوذ می کنند و اینجا حملات ضد دولتی انجام می دهند. عضو بنیاد دفاع از دموکراسی: بوی گند تروریسم از افغانستان بالا می آید. عضو برجسته نهاد بین‌المللی دفاع از دموکراسی به یک رسانه آمریکایی به نام واشنگتن تایمز گفته است که تعهد طالبان برای مبارزه و مقابله با گروه های تروریستی در افغانستان مضحک و خنده‌آور است. او گفته تعهد طالبان مبنی بر سرکوب گروه های تروریستی و مبارزه در مقابل آنان خنده‌دار است و این یک دروغ محض است. ما باید زمان این خیال باطل را از سر دور می کردیم که الزویری، رهبر شبکه القاعده در کابل، کشته شد. او افزوده است که دولت بایدن در مسیر مبهم گام بر می دارد و تعامل با گروهی که به صورت کامل در تضاد با صلح و حقوق بشر از بین نتیجه خواهد بود. با گفته او، این گروه با جنگ و کشتار عادت کردند و اصلاح ناپذیر نیستند. آمریکا نخستین دور مذاکرات رسمیش را با طالبان پس از حاکمیت این گروه بر کابل بر روز یکشنبه 8 اسد هفته جاری در قطر آغاز کرد. این نشست همزمان با وضع ممنوعیت کاری برای زنان بر سالن‌های زیبایی زنان در افغانستان از سوی طالبان برگزار گردیده است. در نتیجه این تصمیم طالبان، بیشتر از 10,000 زن افغانستانی بیکار شدند و دیگر توان تامین مخارج زندگیشان را ندارند. بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب رسانه‌ها، محدودیت‌های مذهبی، تفکر افراطی، نقض سریع حقوق بشر از اوصاف غیر انسانی گروه طالبان است که افغانستان را به کام مشکلات فرو برده است. این عضو برجسته بنیاد دفاع از دموکراسی گفته که گروه طالبان آن عده کسانی که در زمان حضور دولت آمریکا در افغانستان با ارتش این کشور همکاری داشتند را بازداشت، شکنجه و گلوله باران می کنند. او افزوده که طالبان با هنر و هنرمندان دیدگاه مخالف دارند و موسیقی را به شدت عمل شنی می دانند. به گفته او، اکثر هنرمندان افغانستانی از زمان قدرتگیری طالبان در کابل فراری‌اند و آنهایی که موفق به فرار نشدند
مسئولیت مخفی و در پی بی سرنوشتی کامل روزهایشان را میگذرانند. این گروه در ولایت هرات برزش هزاران دلار آلات موسیقی را در یک دشت گرده هم آوردن و با تش کشیدن. این عضو نهاد حمایت از دموکراسی افزوده که گروه های تروریستی در افغانستان حضور فعال دارند. امر بن معروف طالبان ده ها دکاندار را در شهر مزار شریف بازداشت کردند. منابع مردمی گزارش دادند مامورین امر بن معروف طالبان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ده ها دکاندار را بازداشت کرده و سپس با گرفتن تعهد آزاد کردند. منابع تصریح کردند که مامورین امر بن معروف طالبان این دکانداران را به دلیل اینکه هنگام نماز جمعه در جماعت حاضر نشده بودند و مصروف کار بودند بازداشت کردند. و گفته منابع محلی طالبان از این افراد تعهد کتبی گرفتند که دیگر در تمامی نمازهای جماعت و بخصوص نماز جمعه حاضر باشند. پشت صحنه حملات مرگبار در پاکستان، مهاجمان انتحاری از قندهار بودند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که سه مهاجم انتحاری که 12 اگست یک قرارگاه نیروی امنیتی این کشور در منطقه جوب در ایالت پشاور را هدف قرار دادند، شهروند افغان و اهل قندهار بودند. ممتاز، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفت که اجساد تروریست‌های افغان که باعث کشته شدن نو نظامی و مرجو شدن 5 تن دیگر شد و سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان است تحویل داده شد. زهرا بلوچ در ادامه حضور گروه های تروریستی در افغانستان و استفاده از خاک این کشور علیه منافع و امنیت پاکستان را از نگرانی های جدی دولت پاکستان برشمرد. هنوز مشخص نیست مهاجمان انتحاری افغان عضو طالبان افغانستان بودند یا به عضویت تحریک طالبان پاکستانی و دیگر سازمان های تروریستی فعال در پاکستان درآمده بودند. مسئولیت حمله مرگبار در منطقه جوب پشاور پاکستان را یک گروه شبه نظامی به نام تحریک جهاد پاکستان که از گروه های متحد با تحریک طالبان پاکستانی از بر عهده گرفت. در این حمله 7 شبه نظامی شرکت داشتند که همه آنان پس از چند ساعت درگیری با نظامیان پاکستانی کشته شدند. وزارت خارجه و نهادهای امنیتی پاکستان تا اکنون هویت سایر مهاجمان را اعلام نکردند. تحریک جهاد پاکستان که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت یک سازمان شبه نظامی جدیدی است که خود را متحد تحریک طالبان پاکستان می‌داند. پس از حمله مرگبار بر منطقه جوب، اصحاب آفری فرمانده تحریک طالبان پاکستان در توییت اعلام کرد که این حمله کار اعضای تحریک طالبان پاکستان بوده است. ساعت بعد و پس از آنکه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، شورای مرکزی تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه اعلام کرد که با حمله یاد شده ارتباط ندارد. و اسد آفریدی هم از سمتش به عنوان مسئول ولایت دیخان در پاکستان عزل شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.